این روزا دیگه نمیشه پرزنده‌های بالارده رو با کولرهای بادی به آسونی خنک کرد و خرید خنک کننده پرزنده مایع یه جورایی برای هر کاربری اجباری شده. اگه برای پرزنده داغ خودتون به یه کولر مایع خوش قیمت احتیاج دارید، این ویدیو رو اصلا از دست ندید. سلام شما لیونیه عزیز، من اشکانم، اینجا لیون کامپیوتر. امروز اومدیم خنک کننده مایع پردازنده تورنیدو از شرکت رید مکس رو براتون آنباکس کنیم و در موردش هم توضیح بدیم. این روزا دست هر کاربری برای انتخاب خنک کننده مایع پردازندهش خیلی باز از برندهای مختلف گرفته. حالا خنک کننده بادی، مایع، همه جوری میتونن انتخاب کنن و در واقع طیف وسیعی از محصولات رو زیر نظر خودشون دارن. اما برای کسایی که خیلی نمیخوان هزینه کنن برای خنک کردن پردازندهشون، ما این محصول رو قطعا پیشنهاد میدیم. بریم اول آنباکسش کنیم، بعد در مورد مشخصات فنیش توضیح میدیم. بریم تو. کولر تورنیدو 360 شرکت رید مکس کولر 360 میلیمتریه. یعنی چی؟ یعنی ما 3 تا فن 120 میلیمتری روی رادیاتور 360 میلیمتری مون داریم و خب میدونید دیگه رادیاتورهای 360 میلیمتری به کل خنک کننده 360 میلیمتری با اندازه بزرگشون برای خنک کردن پردازنده‌های داغ‌تر و طبیعتاً قدرتمندتر مورد استفاده قرار می‌گیرن. از رادیاتورش که بخوام شروع کنیم، باید بگیم که با یه رادیاتور تمام آلومینیومی طرفیم که 12 تا کانال داره و تراکم فین قابل قبول و خوبی هم داره. این رادیاتور 360 میلیمتری با یه جفت کیوب 400 میلیمتری که جنس جالبی هم داره متصل شده به پمپ. صحبت از پمپ شد، بعد نیست بگیم که پمپ کولر تورنیدو در کنار اینکه ظاهر جذابی داره 83 تا فین هیت سینک داره، 13 تا لامپ RGB و هد پمپ ABS هم داره. سرعت پمپ هم 2650 RPM ذکر شده که حالا با 10% تلرانس بالا پایین میشه. به نظر سرعت خوبیه، بیاد راضی باشیم. خب بریم سراغ فنای 120 میلیمتری که روی این رادیاتور قرار میگیرن. این فنا با نهایت سرعت 1800 RPM فعالیت میکنن و گردش هوای ایرفلو 65 CFM رو بهمون میدن. نویزشون هم 31 دسیبل ذکر شده. یه هدر ARGB هم دارن برای بحث نورپردازی ARGB که بس میشه به مادربرد و شما میتونید حالا خیلی راحت با نرم افزارهای مختلف این نورپردازی ARGB رو سینک کنید با مادربرد. این فنا هر کدوم 12 تا LED RGB روشون دارن برای بحث نورپردازی که حالا ادرسبل هم هستن. گفتم که با این وصل میشن به مادربرد برای بحث سینک و اینا. یه کنترلر جالب و حالا یه مقدار چیپ داخلش هم هست که میتونید به صورت سخت افزاری این حالتای نورپردازی رو عوض کنید با این، ولی خب کنترل کردن نورپردازی به صورت نرم افزاری خب خیلی حرفه‌ای تر. تا یه اون رفته اینم بگیم که برای بحث نورپردازی کولر تورنیدو رید مکس میتونید از نرم افزاری RGB فیوژن 2 میستیک لایت آروسینگ هم استفاده کنید. اینا رو به صورت کامل ساپورت میکنه، روی جعبه‌اش هم زده بود. کلا کولر مایع مخصوص 360 میلیمتری که فنای زیادی داره، اونم مدلای RGB ش کمک میکنه به زیبایی کیس شما، یعنی اون محیط داخلی کیس شما رو و اون سیستم شما رو واقعا زیبا میکنه. چون میگم هم حالا خود پمپ نورپردازی داره، نورپردازی RGB قشنگی داره، همین که خود فن نورپردازی دارن، یه جلوه خیلی خوب میده به کیس شما. یعنی خرید یه خنک کننده مایع ARGB خیلی میتونه به این قضیه کمک کنه. اما مهمترین موضوعی که در مورد هر خنک کننده پردازنده چه بادی گرفته چه مایع وجود داره اینه که از چه سوکت های پردازنده پشتیبانی میکنه. شما اینو میتونید به چه پردازنده هایی بزنید؟ سوکت های اینتلی که توسط تورنیدو 360 رید مکس پشتیبانی میشن LGA 775، 1151، 1220، 1366، 2011 و 2066 هستن. از اون طرف سوکت های AMD که پشتیبانی ازشون صورت میگیره شامل FM1 و FM2 و AM2 و AM2 پلاس و AM3 و AM4 میشن. خبر بعد این که برای پردازنده های نسل 12 اینتل که تازه وارد بازار شدن نمیتونید از این کولر مایع استفاده کنید، ساپورت نمیکنه. امیدوارم خوشتون اومده باشه از این برنامه آنباکس. خیلی دوست دارم نظراتتون رو در مورد این خنک کننده، یعنی تورنیدو 360 شرکت رید مکس و کلا خنک کننده های مایع دیگه برای پرزنده بشنویم و یه بحث خیلی خفنی پایین شکل بگیره. تا برنامه بعدی میبینمتون.